چیز غیر قابل پس خودتون خواستین وقتی میخوان سفر برین استغفار کنین. یه بار من یادم رفت استغفار بگم، اولین کسی که وارد کوپه شد کاش یادم میادم اونجا یه دیوونه اومد با پدرش گیر داد به من، گفت میخوام همجوری که این سید نشسته بشینم. یک آقای دیگه اومد تو، جوری این هیکل داشت که از این در به سختی اومد تو. این اومد نشست و گفت که آقا من یک بیماری دارم هاجا، همین اول بگم که من معدم نفخ داره، یعنی هر یک روب از من صدا میاد. شما دیگه اینو ببخشین به بزرگواری خودت. در واقع منظورش بود که صدا داخلیه. نه خیر، خارج میشد صدا میده. گفتم که آقا این اینقدر راستگو بود که گفت هر یه ربع ساعت این صدا میاد، دقیقه ای تخلف نمیکرد. یعنی رأس هر دفعه که این صدا میومد اون بالا رفته بود، این صدا میاد این دیوونه میخندید و دست میزد تشویق میکرد. بین این دوتا افتاده بودم، میخواستم بخوابم که فردا به امتحان برسم، این هی این صدا میومد، اینم بلند بلند میامد، دیوونه بود دیگه، میخندید بلند بلند و دست میزد به این صدا. این گوشامو گرفتم بالش گذاشتم که هر جور شده تحمل کنم، دیدم که آقا دود سیگار پیچید اینجا. بودم تو کوپه قطار سیگار میشه، نگاه کردم بابای همین دیوونه است، سیگار روشن کرده فوت میکنه بالا. گفتم عمو جان توی کوپه کسی سیگار میکشه؟ گفت حاج آقا ما بره خود تو داریم کارو میکنیم، میخوام خونسا کنه اینجا یه خورده هوا عوض بشه. الله تا مشهد هر یک رو این مینواخت و این تشویق میکرد، این خونسا میکرد، این